سوی قصد بر جان یار دوستم. اصل قضیه مشخص شد. مهاجم که بود؟ تخریب خانه های مسکونی در پنجشیر از سوی طالبان. واکنش طالبان. لغزش که در غور چندین تن را کشته و زخمی ساخت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. طالبان ادای تخریب خانه های مسکونی در پنجشیر را تکذیب کردند. 8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر ادعا میکنند که افراد طالبان در این ولایت برخی از خانه های مسکونی را که مالکان اصلیشان در آن منطقه حضور ندارند تخریب میکنند. یک منبع معتبر محلی در ولایت پنجشیر که از ذکر نامش در خبر خودداری میکند بر روزنامه 8 صبح گفت طالبان پس از ویران کردن برخی از خانه ها چوب آنها را به بیرون از ولایت انتقال میدهند. وی میافزاید که نیروهای طالبان درختان را نیز بریده و میسوزانند. به گفته منبع، افراد طالبان در ولسوالی های رخه، بازارک، خنج و عنابه ولایت پنجشیر دست به این اقدام زدند. منبع تصریح می کند که باشندگان محل از اراس این که با آنان ضرر رسانده نشود تا کنون مانع این کار طالبان نشدند. حکومت محلی طالبان در ولایت پنجشیر اما این ادعاها را تکذیب می کنند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان برای ولایت پنجشیر در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که خانه های مسکونی حتی در نبرد های چند ماه پیش میان آنان و نیروهای جبهه مقاومت ملی نیز تخریب نشده است. او تاکید می کند که تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی مربوط به ولایت پنجشیر نمی شود. لغزش که در غور 8 صبح غور. منابع محلی در ولسوالی شهرک ولایت غور تایید می کنند که در نتیجه لغزش که در منطقه دره بیدان یک دختر 12 ساله جان باخته و 4 تن دیگر به گونه شدید مجروح شدند. عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای غور، امروز چهارشنبه 29 جدی به روزنامه 8 صبح گفت که در نتیجه لغزش که روی یک منزل مسکونی سقف خانه فردی به نام محمد داوود فرو ریخته است. زعیم گفته است شب گذشته 28 جدی حوالی ساعت 11 شب در نتیجه فروریزی سقف و فرو آمدن سنگ دختر 12 ساله محمد داوود جان باخته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. و در پایان راهل دوستم روی صفحه فیسبوکش نگاشته است جنرال عبدالستار قاسمی از فرماندهان ارشد حزب جنبش ملی شام دوشنبه در استانبول از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. دو مهاجم مسلح ساعت 7 شام بر منزل او در منطقه زیتون برنو حمله کردند که در نتیجه بازداشت و به پلیس ترکیه تحویل داده شدند. حمله کنندگان ساکنان شجدرک کابلند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر.